رادیو و تلویزیون میهن. در ادامه همین ماجرای میر حسین اینها، این کسانی که در ضدیت با شاهزاده رضا پهلوی موزه گیری میکنن، از موزه گیری موسوی دفاع میکنن. این چجوریه؟ اینو ما نفهمیدیم. میشه شما توضیح بدید؟ خب این یه مشکل دیگه. بله، شما دیدید که همه اینایی که علیه رضا پهلوی بودن چجوری بسیج شدن برای میر حسین موسوی. ببینید، کسانی که یه وکالت ساده که ما هممون، آقای بهبانی، من قبلا هم عرض کردم، لاغر 20 میلیون ایرانی یه بار وکالت تو عمرشون دادن عروسی کردن. قشنگ به یه آخوند دوزری یا یه محضردار میگی چی؟ میگی وکالت میدهم. هم زن میگه هم مرد میگه. درسته؟ همون کار کرد. خب این یک. اونجا نمیگفتید بیعت میکنن سقارت هست بلاخت. همه این آدمایی که میبینی، خیلی های دیگه خارج کشور که این همه یقه درانی میکردن، هم وکالت دادن به این و اون برای سهمشون و ارثشون و میراثشون. وکالت دادن زمین و خلال زمین بفروشن. خیلی هاشون وکالت دادن زن پستی گرفتن. خیلی از اینه ما که دید. ولی اینجا که رسید همه چنان برای وکالت، آقا وکالت به این سادگی همه ما باش آشنایی، چه داستانا درست میکردن؟ خب اینه موزه مشکل. ببینید، ولی الان نگاه کنید، همه ردیف شدن برای میر حسین موسوی. آقا میر حسین موسوی، همه یادتون باشه رضا پهلوی رو که دشمنی می‌خواستن بکنن، پدرش اینجوری بود، پدر بزرگش اونجوری. آقا رضا پهلوی که هیچ کاری بدبخت نکرده که، ها اگه کاری هم کردن پدرشون کرده و پدر بزرگش، اما میر حسین موسوی هیچ کار نکرده. میر حسین موسوی تازه بماند که خودش چیه؟ فرزند امامه. خب رئیس جمهور خامنه‌ای، رئیس جمهورش هم خامنه‌ای بوده، این نخست وزیرش. درسته؟ ببینید دوستان عزیزم، برای که خودتون یه خورده بشینید فکر کنید، رضا پهلوی که کاری نکرده بود که، اگر هم کسی کرده پدرش رو پدر بزرگش کرد. ولی شما جرمای تمام پدر و پدر بزرگش رو می‌بردید می‌ذاشتید پای حساب این. ولی به موسوی که میرسه، نه به خمینی ربط داره، نه به خامنه‌ای ربط داره، نه به خودش ربط داره. میر حسین موسوی پاک و مطهر از مادر زاده شده همین امروز. اینایی که اینقدر حساب 100 سال پیش رضا شاه رو دارن، خب حساب 30 سال پیش و 40 سال پیش میر حسین موسوی رو ندارن. اینه مشکل ما، اینه مشکل. و میان اینجوری همه ردیف میشن برای میر حسین موسوی، ولی از اون طرف همون آدم ها علیه رضا پهلوی آسیلا رو بالا میزن. آخه میشه هم چیزی؟ آخه چجوری آدم ها؟ میدونیم اینه، این مشکله، این چیزیست که متاسفانه خیلی ها نمیخوان ببینن و کومیتشون لنگه. من هر جایی ببینم مثبته میتونم بگم مثبته، بلکه منفی باشه میگم منفیه. بسیار خوب. اما اینا نمیتونن اینجوری بشن، برای اینکه میدونید، برای اینکه اینا با خودشون هنوز تایید تکلیف نکردن، با خودشون تایید تکلیف نیستن. و شما بهتون بگم، آقای بهبانی، هر کسی یه شاخص میدن، هر کسی تکلیف خودش رو
با انقلاب 57 روشن نکرد. هر کسی که اون رو نکبت نمیدونه، اونو ویرانی و فاجعه برای ایران نمیدونه و به خاطر مشارکت درش به هر اندازه خودش رو مسئول و خودش رو گناهکار نمیدونه، این آدم نمیتونه برای آینده مسیر درستی رو بره. ببینید حرکتی که ما میخواییم بکنیم در آینده یا راهی رو که میخواییم بریم پیش تو گذشته، من باید بفهمم اونی که هنوز که هنوزه انقلاب 57 رو انقلاب با شکوه و انقلاب مردم و فلان و اینا میخونه، این نمیتونه مسیر آینده ایران رو درست تشخیص بده یا مسیر درست بده. نه آقا، اون نکبت بوده، واضح باید بیای اینو بگی. یا اگر نبوده چی بوده؟ فقط خوبه چون عقده های من یه جوری اونجا برآورده شده، مثلا شاه سرنگون شده، گور پدر مردم و گور پدر کشور و گور پدر ایران و گور پدر نسل ها و جمعه نابود شده فقط به خاطر عقده من، برای که من از شاه بدم میومد یا برای که شاه به من ظلم کرده بود؟ باید ایران ویران شه، باید نسل ها از بین برن، باید سرمایه ها از بین بره، باید خار و خفیف در دنیا بشین؟ اینه شکو، اینه اون چیزی که تو میگی؟ این چیزیست که باید بهش توجه کنیم. میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید، میهن تیوی وان. رادیو و تلویزیون میهن.